اردوغان از نخستین کشورها و از نخستین رهبرانی بود در واقع که پیام تبریک خودش را به دونالد ترامپ فرستاد و او را دوست خود عنوان کرد. در گذشته هم دونالد ترامپ گفته بود که با آقای اردوغان و سیاست‌های او به خوبی آشنا است و دونالد ترامپ هم اردوغان را دوست خودش عنوان کرده. در گفتگوی تلفنی هم که رجب طیب اردوغان با دونالد ترامپ داشته، پیروزی او را تبریک گفته و ابراز امیدواری کرده که روابط بین آنکارا و واشنگتن در دوره جدید ریاست جمهوری دونالد ترامپ تقویت بیشتر پیدا کنه. در وضعیتی که در حال حاضر خاور میانه به سر میبره و ویژه ادامه دار شدن جنگ بین اسرائیل و حماس هم از مسائلی بوده که آقای اردوغان امیدوار است دونالد ترامپ به آن پایان بده، در کنار اینکه تاکید کردن نیاز است جنگ اوکراین و روسیه هم پایان پیدا کنه. اما انتظاراتی که به نظر میرسه دولت اردوغان از دونالد ترامپ داره بیشتر تمرکز داره روی روابط، تقویت روابط سیاسی، روابط اقتصادی و همین طور معاملات در بخش صنایع دفاعی است، از جمله خرید F-16 هایی که از بیشتر از یک سال به این سو گفتگوها و مذاکرات برای خرید F-16 ها از آمریکا ادامه دارد. در کنار این تقویت حمایت آمریکا از مبارزه ترکیه در برابر گروه های مخالف خودش در شمال سوریه و عراق هم از مسائلی است که اردوغان به حمایت دونالد ترامپ با آن چشم دوخته. اما در کنار این چیزی که در این انتخابات بسیار مهم بوده و حالا رسانه‌های ترکیه و مقامات با آن پرداختن، گسترش روابط تجاری بین دو کشور است. در تازه ترین صحبت‌ها عمر بولانت وزیر بازرگانی ترکیه در گفتگو با رسانه‌های ترکیه به این موضوع اشاره کرده که امیدوار است با روی کار آمدن دونالد ترامپ تعرفه گمرکی و مشکلاتی که در گذشته در این زمینه با آمریکا وجود داشت کاهش پیدا کنه. انتظاری که دولت ترکیه داره این است که بر دو محصول اساسی، فولاد و صنایع نساجی این کشور، باید تعرفه‌های گمرکی کاهش پیدا کنه. اما ما می‌دونیم که یکی از اصلی ترین وعده هایی که اردوغان داده با پوزش دونالد ترامپ داده این است که تعرفه گمرکی را 10% بر تمامی کالاهای خارجی افزایش خواهد داد. اما روی هم رفته به نظر میرسه مقام‌های دولت ترکیه به پیروزی دونالد ترامپ امیدوار هستند و امیدوار هستند که روابط در این دوره جدید از تیرگی که در حال حاضر هست به یک وضعیت متعادل و یک سیاست برد برد بین دو کشور تبدیل شود.